السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون سرخ منظور شما میگردد. در استودیو با شما شهرت بیگ جمعیف. با مقصد شناسایی با تطبیق لایحه ها در ساحه های گوناگون اقتصادیات و مراسم افتتاح ساختمان انشاءات بزرگ انرژتیکی و بازدید از محله ها، معین نمودن وظیفه های منبعده رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت نمدگان، پرزیدنت شوکت میرزیایف امروز به ولایت مذکور سفر کرد. سروری دولتمون اول به کارخانه گوهر گروپ در نوحی ینگی نمنگان تشریف آورد. آن میتواند در یک سال به طور صنعتی 1200 کیلوگرم مصنوعات زرگری استحصال نماید. زرگری کشور ما از زمانهای قدیم شهرت دارد. از جمله در نمنگان آیله های نیز بودند که این هنر را از نسل به نسل میدادند، اما از سبب نمودن شرایط ضروری و دشواری های خریدن اشیای خام بسیار زرگران از فعالیت خود دست کشیدند. آنهایی که باقی مانده محصولات را دستی تیار میکردند. فرمان پرزیدنت از 18 می سال 2019 در باره چوره ها آید بر رشد با سرعت ساحه زرگری در جمهوری ازبکستان برای نمایندگان ساحه امکانیت های وسیع باز کرد. از جمله به استحصالگران محصولات زرگری حقوق از کمبینات های معدن کوهی و اهالی خریدن شکست پاره و سنگ های قیمت بها، اینچنین محصولات از آنها تیار کرده شده داده شد. جلب نمودن تکنولوژی ها و متخصصان از خارجه دستگیری کرده شد. چنین توجه و امکانیت به زرگران باوری بخشید. از جمله جمعیت مسئولیتش محدود گوهر گروپ تاسیس شده شد. تجهیزات زمانوی از ترکیه، ایتالیا، آمریکا، گرمانیا آورده شده در سال 2022 شرکت به فعالیت آغاز کرد. امروز ها کارخانه استحصال 10000 خیلی مصنوعات زرگری را از خود کرده است. در همکاری با شریکان خارجی استحصال کورپس های ساعت های طلایی خوش صفت به راه مانده شده است. در سال 2023 270 کیلوگرم محصولات استحصال کرده شد. علاوه بر این در اینجا با استفاده از مدل سازی 3D استحصال محصولات شکلشان دلخواه فرمایشی به راه مانده شد. خرید طلو از برج مالی به تاخیر دادن پرداخت در تامین بسندگی مبلغ گردان و متصلی استحصالات همچون یاری مهم خدمت میکند. جهت دیگری مهم اون است که در کارخانه با زرگران محلی کپراسیا براه مونده است. در نتیجه آنهایی که پیش غیر رسمی کار میکردند از سایه برآمدند و شماره جایهای کار افزود. در کارخانه زیاده از 100 نفر کار میکنند. در اینجا جوانان هنر میآموزند. سروری دولتمان با زرگرانی که در کارخانه کار میکنند صحبت کرد. همچنین با صاحب کاران ترکیه تبادل افکار صورت گرفت. مسئله های تکمیل قانونگذاری در این سمت بررسی شدند. پرزیدنت اینچنین با محصولات جمعیت داروی مسئولیت محدود مخمش شنا شد. این کارخانه در یک سال 20000 تن ویند و 18000 تن کاغذ لوله پیچ استحصال کرده، اقتدار صادراتی 6 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. 700 نفر را با کار تامین می‌نماید. آید به زیاد کردن استحصال و صادرات محصولات پیونده که در صنعت اتومبیل سازی استفاده می‌شوند و وسیع نمودن شماره جایهای کاری سپارش ها داده شدند. کورک از جمله رستنی های شفابخش است. از این جهت در میدان 60 هکتار حالا پلانتاسیای کورک تشکیل کرده می شود. کورک رستنی است که در دشت و کوهساران بی پایان آسیای مرکزی از جمله ولایت های قشقدریا، سرخندریا، سمرقند، فرغانه و دیگر جای های اقلیمش مساعد می سبزد. پرورش آن زحمت زیادی طلب نمی کند و به محیط کمابی قلمرو مطابق است. متخصصان در آن نظرند که کورک پروری از ساحه های سردرآمد محسوب می یابد و به محصولات خامی که از این رستنی به دست می آید بخش طبیات بیشتر نیاز دارد. خاصه شیره کورک که با اصول های مخصوص گرفته می شود در خارج از کشور ما طلبگاران زیاد دارد. وقتهای آخر کورک پروری در نوحی سوخ ولایت فرغانه نیز با سرعت بیشتری رواج یافته به شغل دوست داشته بعضی از صاحبکاران انفرادی و کارپرستی ها مبدل میگردد. طبق معلومات ها سال گذشته شیره کورک طبیعی که در کوهسارهای نوحی سوخ سبزیدان گرفته شده به مقدار 67000 دلار آمریکایی به کشور هندوستان اکسپورت کرده شده است. اکنون برای محلی گردانی این رستنی شفابخش در موضع جوپایه زیاده از 60 هکتار زمین جدا کرده شد و حالا پاشیدن تخم کورک در اوج میباشد. Bugün bana Jarpaya masivida qizg'in ishlar ketyapti. Olam bor yer o'zlashtirishlar. Mana o'tgan yili biz 210 gektar yerni Qaro masividan o'zlashtirgan edik. Mana hozirgi kunda o'zlashtirilmagan yana 62 gektar yerni ikkita kooperatsiya tomonidan aksion orqali yutib olindi. Bular asosan bitta kavrak plantatsiyasini tashkil qilish bo'yicha ish ketyapti. Mana peshma-pesh o'zlashtirilgan yerlarda mana tekizlanib, kavrak sepilib, mana ko'kuston degan navi sepilyapti.
Bu kooperatsiyalar asosan 30 ta doimiy ish va 200 tagacha bo'lgan mavsum ishchini bandligini ta'minlaydi. Men o'ylaymanki, bu kelajakda mana bu kooperatsiyalar tomonidan Sumaya giyoh eksport kooperatsiyasi tomonidan o'tgan yili 67 ming dollar endi boshlanish edi. Shu eksport qilinadi. Hozirgi kunda mana bu joylarda plantatsiyalar tashkil qilganimizdan keyin buni ham hajmi oshadi, eksport hajmi. Hozir mana o'tgan yili ekkan joylarimiz bor. Mana So'q o'rmon xo'jaligi bilan shartnoma asosida 200 gektar joyda shu plantatsiyalar tashkil qilganmiz. Va hozirgi kunda yangitdan o'zlashtirilmagan dehqon xo'jaligida, qishloq xo'jaligida foydalanmayotgan yerlarni hozir oborotga kiritish o'zlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Гуфта мешавад рӯзҳои охир ниҳоли каврак низ ба манбаи хуби даромад мубаддал гаштааст, то ки зудтар ҳосил ба даст ояд. Шинондани ниҳолаш ба мақсад мувофиқ аст, зеро соҳибкор аз вақт бурд мекунад. Аз ин ҷиҳат доманаҳои кӯҳ аз худ карда шуда, шинонидани ниҳоли ин рустанӣ дар ноҳияи Суғ низ дар назар аст. Корпорацияҳое, ки имрӯз дар ин мавзӣ заминҳои бекорхобидаро аз худ карда истодаанд, дар оянда боз ҳам фаъолияти худро васеъ намуда, каврақпарвариро ба яке аз драйверҳои, яъне нуқтаи нашъунамои ноҳияи Суғ табдил диҳанд. Мо аз имкониятҳои استفاده برده با 60 گکتر زمین کورک چوشتیم در سالهای آینده بازم با 60 گکتر وسیع کرده جایهای نوی کوری تشکیل میکنیم با 60 گکتر موسومی کارگر 200 تا دویمی 20 نفر رو تشکیل میکنیم باید تاکید کرد که امروز ها در ناحیه سوخ با کشتی کورک بیشتر اهمیت میدهند. پرورش این رستنی شفابخش در تامین اهالی به جای کاری دائمی و رشد اقتصادیات ناحیه عاملی مهم خواهد گشت. لایحه مکان سبز در کشور ما به حرکت عموم ملی تبدیل یافته است و امروز ها در هر گوشه و کنار ولایت فرغانه در دایره این لایحه تشکیل باغ‌های نو و شینانیدنی نهال‌های منظروی و میوه‌دار در اوج میباشد. در حدود محله قلعه‌چا در تل و تپه‌ها باغ جوانان تشکیل کرده شد. توجه به نسل جوان امروز تا درجه اهمیت دولتی برآمده است و از این جهت برای آنها همه شرایط و امکانات ها فراهم آورده می شود. این دستگیری و امکانات های فراهم آورده باشد جوانان را بیوسته وادار می سازد که برای رشد و رونق و آبادی کشور حصه ارزنده گذارند. سروران جوانان محله های ناحیه سوخ با تشبث برپا نمودن باغ جوانان برآمدند و برای این تل و تپه های موضع جوپایه را انتخاب نموده باغ زردالو در آنجا تشکیل کردند. در حشر نهال شنانی جوانان خیلی فعال اشتراک کردند. نمونه فیداکاری نشان دادند. من امروز ما در مسیب جوپایا باغ جوانان برپا کرده شدیم. در این جریان جوانان خیلی فعال اشتراک کرده شدند. مقصد اساسی ما آباد کردن هر یک گوشه وطن می باشد. حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف در این جریان شرکت ورزیده ذکر نمود که هر یک جوان به هر قطار نهال ها وابسته کرده می شود و البته نگاه و بین نهال در ذمه آنهاست. در تشکیل باغ جوانان خدمتچیان حربی نیز حصه خود را گذاشتند. در دام یک روز زیاده از 200 بیخ نهال شنانیده شده تلو تپه ها آباد کرده شدند. امروز ما با جوانان فعال در یک قطار تر و تپه های مسیف جوپایا در دایره مکان سبز درخت ها شنانده شدیم. در اینجا مقصد فقط نهال شنانده رفتن نه، هر یک جوان به هر یک درخت مسئول و البته در اینجا باغ جوانان برپا کرده شده ساده است. طبق معلومات ها برای تشکیل باغ ها در تل و تپه ها دامنه های کوه به ناحیه سوخ تنها نهال زردالو زیاده از 60 هزار عدد آورده می شود. در دایره لایحه مکان سبز تدبیرهای نهال شنانی در محله های ناحیه دوام دارند. واقعا همه کار به مهنت وابسته است. از مهنت لال به دست می آید، یا اینکه اگر انسان از تحت دل مهنت کند در روی سنگ هم گل می روید. در صحرایی که پیشتر جز دو سه نمود گیاه دیگر یگان رستنی نمی روید، امروز گرمخانه ها تشکیل کرده شده است. سالم جان غفورف از محله قلچه نوحی سوخ می باشد. آموزگار است اما در وقتهای خالگی خود به کشاورزی مشغول می شود. در درآمدگاه موضع جوپایا گرمخانه بنیاد نموده است که امروز در داخل آن از لیمون سر کرده تا پمیدار و کبودی ها را می توان پیدا کرد.
امروز در داخل آن از نهال لیمون سر کرده تا نهال پمیدار و دیگر کبودی ها را می توان پیدا کرد. سال اول خیلی اذیت کشیده، مشکلی دسترس کردن آب در بهاران و زمستان خیلی سرد سبب شد و مهنتمون ضایع رفت، گفت او. اما با برابر مهنت صبر نیز کرد و راحت مهنت و صبر را می بیند. امروز در اویلش یگان نفر شخصی بیکار نیست. من همین به مناسبت من اینجا از کم خیلی زمان گرفته یوردم کرده از طرف حکومت زمان گرفته مهنت کردیم و ایلنده بیکارشی نیست وزر از واش کردم سیتت کیلند سر آن ویرا ها بر آمدن اینجا مهنت کردیم بند هایم البته این نتیجه خودش میتیاد سمر خودش میتیاد فکر میکنم اوینده و وزر دوست وز اوینده با حیوتم و یا بازم نقص شدنش به سبب چی میشه. او از قسمی بالایی موضع جوپیان زمین گرفته است و در آنجا تا خربوز و تربوز و موش و لوبیا پرورش کرده حاصل فراوان به دست آورده است. حالا باز از تل و تپه های این حدود زمین گرفته پلانتاسی کورک پروری را تشکیل کردن است. اقلیم این حدود برای پروریش پسته نیز مساعدت میکند. اگر امکان باشد از همین تل و تپه ها به من زمین میدادند و من در این جای ها البته پسته زار تشکیل میکنم، گفت او. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصری خبرهای مهمترین کشورمان را به شما میرسانیم. هیئت پارلمانی ازبکستان تحت سروری رئیس سنت عالی مجلس تنزیلا نربایوا برای اشتراک در اسامبلی 148 اتحاد بین پارلمانی در ژنو شویسریا با سفر عملی قرار دارد. در دایره سفر رئیس سنت تنزیلا نربایوا با معاون کاتب ژنرالی سازمان ملل متحد، دیرکتور ژنرالی شعبه سازمان ملل متحد در ژنو تاتیانا والوا ملاقات نمود. سمت های گوناگون همکاری ثمرابخش بین ازبکستان و سازمان ملل متحد از جمله مسئله های گسترش برنامه و های مشترک برای نویل شدن به هدف های رشد استوار و تامین برابری گندری بررسی شدند. علاوه‌ای تاکید گردید که همکاری بین ازبکستان و سازمان ملل متحد به سطح صفتان نو برآمد، قریب 140 برنامه و لایحه ها تطبیق می‌گردند. در سمرقند تقدیمات اقتدار سیاحی قزاقستان برگزار شد. چند پیش خبر داده شده بود که شرکت ایر مراکنده همکاری را با شرکت هواپیمایی قزاک ایر قزاقستان به راه مانده در خسیر ترکستان سمرقند ترکستان پروازها را آغاز کرده است. با خسیر یکم هیئت نمایندگان با راهبری جانشین حاکم ولایت ترکستان راهبری صدارت نقلیات و سیاحی از ترکستان به سمرقند آمدند. واخوری هیئت وکیلان ترکستان با نمایندگان تجارت توریسم سمرقند برپا گردید. در واخوری جانشین دیرکتور مدنیت و سیاحی ولایت ترکستان نوردا اولیت مدوئیو، نمایندگان شرکت قزاق توریسم با امکانات سیاحی قزاقستان از جمله ولایت ترکستان شناس نمود. یادآور میشویم که پروازها در این سمت هفته دو مرتبه انجام داده میشوند. موافق معلومات اگنتی استاتیستیکی در ماه های ینور فوریه سال 2024 گردش سودای خارجی جمهوری ازبکستان از 9.9 میلیارد دلار گذشت. حجم گردش سودای خارجی نسبت به همین دوره سال 2023 به 940 میلیون دلار آمریکایی یا که 10.5% زیاد شده است. شهر تاشکند در گردش سودای خارجی ازبکستان 40% سهم بلندترین را دارد. آن در دوام دو ماه قریب به 4 میلیارد دلار رسیده است. دزیدوچی سمرقندی سردار نوراللهیف در مسابقه کلاه بزرگی در شهر تبلیسی گرجستان میگذرد در طایفه وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال نقره گردید. همدیارمون در بحث چمپیونی امکانیت را به دزیدوچی ایوان چرنخ که در مقام نیترال اشتراک کرد بای داد و مسابقه را در جای دوم به پایان رساند. در میدان اسبدوانی ورزشکاران مملکت های گوناگون جمع آمده بودند تا آغاز مسابقه در میدان توسط اسبای از خارج آورده شده مشق کردند ورزشکاران. تاجیکستان دار هم مثل شو اتوازدار کلاب خواهد لشه اوکی هم کبکرگه چوبامیز شونجا همونوز اوکی هم ازونیزی.
مسابقه های بین المللی بوزکشی که از جانب گوارد ملی ازبکستان، حکومت ولایت فرغانه و وزارت ورزش تشکیل کرده شد، نهایت آغاز یافت. Да, наша команда приехала первый раз в Узбекистан. Очень впечатлило ваше гостеприимие. Теплый, мягкий климат, удивительные лошади. У вас культура лошадей очень сильно развита, нам это очень приятно. В общем, всем довольны. Попробуем, покажем все, что мы умеем. در آغاز مسابقه صدای مطیع دولت صاحب اختیارمون بلند گردید. بعد ورزشکاران به میدان آمده با هم قوا آزمایی کردند. اول ورزشکاران قزاقستان حساب را کشودند، اما دسته گوارد ملی ازبکستان نیز با تجربه بود. دیر نگذشته آنها حساب را برابر کردند. یکیلدن بیان سرخندریا ولایت ده اتکزیلیات کنید. من ولایت حاکم مزد یاردم لر بلند. بزد کلا قوات لگیالی بلند. من بگن شوندی کاشانامزده چماندازی مکتبمزده. بیشتر دولت مهمان قلب کتوگه حالت میزمان سپده بگیر خقرات ترنیر دو تیزب کلیم آدم مرتدن باشنده جماعی قزاقستان در واخوری اول به حساب 4-2 غلبه کرد. بعدیان با 6 جماعه به میدان برامده برای غلبه مبارزه بردن. مقصد از تشکیل مسابقه رشد این نمود ملی ورزش و مستحکم نمودن دوستی بین خلق ها می باشد. بخش خبری پیام روز را صحیفه دنیا 24 دوام می دهد که توسط آن به شما خبرهای مهمترین و آخرین روز جهان را می رسانیم. توجه کنید. در دوشنبه یکی از طرفخانه ها آتش گرفت. علنگه سوختار و آتش نشانان با دشواری زیاد علکه خاموش کردند. مقامات هنوز این حادثه را شرح ندادند و سبب سر زدن سوختار هم معلوم نیست. در یریوان پایتخت ارمنستان افراد مسلح به بینای شعبه پلیس نوحی نورگنورگ حمله کردند. در این باره دیگر اطلاعی دسترس نشده است. به مرزبانان روسیه که هنگامی بازداشت گمانبران در حمله تروریستی کراکوز در ولایت بریانسک اشتراک داشتند، جایزه های دولتی و اداروی تقدیم کرده شد. نواری تقدیم جایزه ها را وزارت دفاع روسیه نشر کرده است. مخلصان سرب در بازی زنیت سروین زویزده در بلگراد به نشان پشتیبانی از روسیه پس از حمله تروریستی سرود کاتیوشا را خواندند. بینندگان عزیز، در همین جا ما به بخش خبری پیام روز حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید.